فصل پنجم. بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. به وسیله ایمان به مسیح ما وارد فیض الهی شده ایم، فیضی که در آن پایداریم و نه تنها به امید شراکتی که در جلال خدا داریم شادی می کنیم، بلکه در زحمات خود نیز شاد هستیم، زیرا می دانیم که زحمت بردباری را ایجاد می کند و بردباری موجب می شود که مورد قبول خدا شویم و این امر امید را می آفریند. این امید هیچ وقت ما را مایوس نمی سازد، زیرا محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شد قلب‌های ما را فرا گرفته است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز درمانده بودیم، مسیح در زمانی که خدا معین کرده بود در راه بیدینان جان سپرد. به ندرت میتوان کسی را یافت که حاضر باشد حتی برای یک شخص نیکو از جان خود بگذرد. اگرچه ممکن است گاهی کسی به خاطر یک دوست خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد، اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. ما که با ریختن خون او کاملا نیک شمرده شدیم، چقدر بیشتر به وسیله خود او از غضب خدا خواهیم رست. وقتی ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خیش دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد. پس حالا که دوست او هستیم، چقدر بیشتر زندگانی مسیح باعث نجات ما خواهد شد. نه تنها این، بلکه ما به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که ما را دوستان خدا گردانیده، در خدا شادی می‌کنیم. گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. قبل از شریعت گناه در جهان وجود داشت، اما چون شریعتی در بین نبود، گناه به حساب آدمیان گذاشته نمی‌شد. با وجود این، باز هم مرگ بر انسانهایی که از زمان آدم تا زمان موسی زندگی می‌کردن حاکم بود، حتی بر آنانی که مانند آدم از فرمان خدا سرپیچی نکرده بودند. آدم نمونه آن کسی است که قرار بود بیاید، اما این دو مثل هم نیستند، زیرا بخشش الهی با گناهی که به وسیله آدم به جهان وارد شد قابل مقایسه نیست. درست است که بسیاری به خاطر گناه یک نفر مردن، اما چقدر بیشتر فیض خدا و بخششی که از فیض آدم ثانی یعنی عیسی مسیح ناشی شده به فراوانی در دسترس بسیاری گذاشته شده است. همچنین نمیتوان آن عطیه خدا را با نتایج گناه یک نفر یعنی آدم مقایسه کرد، زیرا در نتیجه آن نافرمانی انسان محکوم شناخته شد، حالان که بخشش خدا پس از آن همه خطایا موجب تبرئه انسان گردید. به سبب نافرمانی آن یک نفر و به خاطر او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد، اما چقدر نتیجه آنچه آن انسان دیگر یعنی عیسی مسیح انجام داد بزرگتر است. همه کسانی که فیض فراوان خدا و عطیه رایگان نیکی مطلق او را دریافت دارند، به وسیله مسیح در زندگانی حکومت خواهند نمود. پس همانطوری که یک گناه موجب محکومیت همه آدمیان شد، یک عمل کاملا نیک نیز باعث تبرئه و حیات همه می باشد. و چنانکه بسیاری در نتیجه سرپیچی یک نفر گناهکار گشتند، به همان طریق بسیاری هم در نتیجه فرمانبری یک نفر کاملا نیک محسوب خواهند شد. شریعت آمد تا گناهان را افزایش دهد، اما جایی که گناه افزایش یافت، فیض خدا به مراتب بیشتر گردید.
پس همانطور که گناه به وسیله مرگ انسان را تحت فرمان خود درآورد، فیض خدا نیز به وسیله نیکی مطلق فرمان روایی می کند و ما را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به حیات جاودان هدایت می کند.